خبر عاجل، یک فرمانده پیشین جهادی از ولایت ننگرهار را بوده و به قتل رسید. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، بازم خوش آمدید به یک دیگر از ویدیوهای چنل کابل وایس. تقاضا می‌نماییم که تا آخرین خبر با ما همراه بوده و چنل ما را سابسکرایب نمایید تا از خبرهای جدید و روزانه ما آگاه شوید. روزنامه اطلاعات روز در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد. یک فرمانده پیشین جهادی از ولایت ننگرهار را بوده و به قتل رسید. منابع در ننگرهار به روزنامه اطلاعات روز می گویند که افراد مسلح ناشناس یک فرمانده پیشین جهادی را از ولسوالی خوگیانه این ولایت را بوده و در ولایت لغمان به قتل رسانده است. این فرمانده پیشین جهادی سید فاروق نام داشته و شب گذشته جمعه 30 جدی در منطقه عزیزخان لغمان به ضرب گلوله کشته شده است. سید اختر برادر سید فاروق میگوید که وای ابتدا توسط افراد مسلح از خانهش در ولسوالی خوگیانه را بوده شده است. سید فاروق در زمان حکومت پیشین به حیث رئیس حقوق بشر ولسوالی خوگیانه کار کرده بود. برادر سید فاروق میگوید که برادرش با کسی دشمنی نداشت و نمیداند که چه کسی او را کشته است. مسئولان محلی طالبان در لغمان و ننگرهار تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. با روی کار آمدن حکومت طالبان قتل های مرموز افزایش یافته است. چهارشنبه شب هفته گذشته یک مرد جوان در ولسوالی کامی ننگرهار به قتل رسیده بود و دو کودکش نیز زخمی شده بودند. با تشکر از اینکه تا آخرین خبر با ما همراه بودید، جهت حمایت کانال یوتیوب کابل وایس را سابسکرایب نمایید تا خبرهای دیگر. الله یار و مددگارتان.